حقیقت است. مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون، سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. البته برنامه‌ای که روی فیسبوک بود لحظه قطع شد، اما دوباره داریم شروع میکنیم. عزیزان لطف من ما رو شیر کنید با دوستانتون. قول دادم که بعد از اون علیرضا جان رو داشته باشیم. خوشحال هستم که علیرضا جان با ما هستید. خدا برکت. برادر پر از عشق و محبت که هر دفعه تشریف میاره آمریکا ما رو محبت میکنم و جاتون خالی بود. این یک شنبه که برکت بسیاری گرفتیم از برادرمون. تشویقتون میکنم با ما باشید برای یک شنبه. عزیزان اگر مایل هستید تعمید بگیرید، آنچه که شنیدید اگر در دلتون هست لطفاً بیایید و در کنار کلیسای پس مسیح در این تعمید باشیم. بفهم خواهش میکنم شما. بعدن خواهر عزیز سلام عرض میکنم خدمتون در هر جای کره خاکی که هستید، موفق و معید و پیروز باشین. و امروز من اصلا آماده نیستم برای گفتن کلام، چون حملات زیادی بود، نرسیدم که دعا مقدس بخونم، نرسیدم دعا کنم برای دیگه کشیش رسول، دیگه دستور فرمودن دیگه ما اومدیم. نوا عزیزی اگر که خطایی بود یا یکی از یا بعضی از کلمات من، چون من یه مقدار فارسی و روسی و انگلیسی همه قرقاتی شده، خیلی وقتم زبان فارسی رو خیلی کم صحبت کردم، چون کسانی که دور و بر من بودن یا زبانشون روسی بوده یا اوکراینی یا انگلیسی یا زبانهای دیگر، برای همین برای من یه مقدار مشکله. خداوند امروز میخواد که من باز دوباره زبان فارسی رو بیام و چیز به اصطلاح باز دوباره برگردم و عنوان کنم تمام چیزا. خیلی سخته برای من فارسی صحبت کردن. خواهش می‌کنم. برای همین ببخشید. عزیزی با توجه به اینکه برادرم به هر حال شکست نفسی میکنن اینا رو میگن، اما حقیقتاً از اونجایی که پر از روح خدا هستن همیشه باعث برکت برای کلیسای پرستمای مسیح بودن و وقتی که میان واقعا این امید رو به ما میدن. این حرکت در ما ایجاد میشه برای اینکه بتونیم به تازگی در مسیر اراده خداوند قدم برداریم. بعد علیرضا ما قبل از اینکه شما تشریف بیارید درباره این صحبت کردیم که این سرزمین سرزمینی هستش که بنیادش در ابتدا واقعا با انجیل مسیح بوده و چه مردانی بودن در این مسیر قدم برداشتن، هرچند به مرور زمان متاسفانه دستاویز افکاری شد که باورهای الهی نداشتن، باور انجیل رو نداشتن. اما الان ما توی زمان و توی عصری هستیم، شخصی به نام ترامپ یه دفعه با دعا میاد جلو و چیزی هستش که در بعد تمام پیشگویی های منطقی جا نداشت، جایگاهی نداشت که مثلا یه نفر بیاد بگه من مطمئن هستم از نظر علمی و منطقی آماری که گرفتیم ترامپ رئیس جمهور میشه. ولی کشیشایی که در ایمان بودن و نگاهشون هم به جامعه مسائل سیاسی بود در روز، اونها دلیرانه ایستادن گفتن که ترامپ رئیس جمهور میشه. از جمله خود شما بودید و خود ما وقتی دعا میکردیم این رو از نظر بود روحانی داشتیم و میدونیم که برای ترامپ
من فکر کنم هر روزه اگه نباشه هر هفته شبانه کشیشا جمع میشن براشون دعا میکنن. بله، آقای ترامپ یک معاون خوب داره به نام مایک پنس. بله. که این یکی از ایمانداران بزرگه و ایشون کشیشا را جمع کردن و موقعی که انتخابات بود و قبل از انتخابات و تمام این مدت اینها شروع کردن به دعا کردن برای ترامپ و یهودی ها دعا کردن، کشیشای مسیحی دعا کردن، حالا پروتستان ارتودکس بودن، همه شروع کردن به دعا کردن و ترامپ در حقیقت با کلام خدا اومد جلو. این معجزه بود که ترامپ شد رئیس جمهور. در اینکه تمام چیزها رو ما نگاه میکردیم، آنالیز میکردیم، اون رقیبش خانم کلینتون هم رای بیشتر داشت، هم پول بیشتر داشت، هم این مافیای بزرگی پشت سرش بودن مثل سورس، مثل خیلی کسای دیگه، ولی ترامپ پیروز شد چون این اراده خدا بود. بله. و امروزه مثلا در کشور اسرائیل یک سکه درست کردن که عکس کوروش است و عکس ترامپ، یعنی میگن ترامپ در حقیقت همون کوروشه که باز دوباره برگشته، یعنی کوروش چون به مردم اسرائیل بسیار کمک کرد. بله. اگر شما کتاب مقدس بخونین در کتاب عزرا میتونین ببینین که کوروش میگه که تمام سرزمین خدا به من داده و دستور داد برن خونه خدا رو بسازن. بله. کوروش خیلی کمک کرد به یهودیان و در کتاب تورات و همون عهد قدیم رو نگاه کنیم، کتاب اشعیا 45 کوروش به عنوان خادم خدا و پیامبر خدا. بله. اسمش هست. مثلا تمام پیامبران یهودی بودن ولی کوروش که از قوم پارس بود اونو به عنوان خادم و به عنوان پیامبر خدا رو یاد میکنن، چون دیوارهای بابل رو شکوند و یهودینا رو به اصطلاح اون یهودی‌ها رو نجات داد. و الان میگن که ترامپ هم یک کسی هست مثل کوروش. بله. این کوروش باز دوباره به دنیا اومده. بله. و این سکه رو درست کردن، این سکه عکس اول زیرش کوروش هست، بعد روش ترامپ هست، بعد بغلاش رو میوشتن اون چیز شیرو که دارم آره، بله 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 اینجا بله اون شیرو و اونم که چیز به اصطلاح من امریکاست. بله. این سکه رو اسرائیل ها درست کردن و میگن که ترامپ در حقیقت همون کوروشه که باز دوباره اومده و داره حمایت میکنه از اسرائیل. همون جور که ما دیدیم که تمام رئیس جمهورهای امریکا در هر موقع بودن، هم وقتی کمپین بود همه میگفتن ما سفارت خونه رو میاریم توی اورشلیم. yeah. و بعد از این هیچ کدوم این کار انجام نمیدادن چون حوصله دردسر و درگیری و سرصداهای بقیه رو نداشتن، ولی ترامپ به حرفش عمل کرد و اوورد اون به اصطلاح سفارت خونه رو اوورد تو اورشلیم، و این کار رو انجام داد. و ترامپ خیلی کارهای مفید کرد. هیچ رئیس جمهور امریکا تو این مدتی که الان ترامپ مثلا رئیس جمهور است، در این مدتی که بوده هیچ وقت این کارهای انجام ندادن که ترامپ انجام داده. ترامپ خیلی کمک کرد به امریکا، شرکت‌های برگردون، چه کارهای تو مالیات کرد، چه خیلی کارهای زیادی انجام داد. و نظر من این است، من میدونم 100% که این اراده خداوند بود که ترامپ شد رئیس جمهور امریکا. آمین. و کاری که انجام داد خیلی خیلی کارهای مفید انجام داد. مثلا همون وقتی که رئیس وزیر امور خارجه بود تیلرسون و مال امنیت ملی اون نشورت سکیوریتی بود آقای مکمیستر، اینا یه مقدار دموکرات دموکرات و جمهوری خواب بودن. نه. معلوم نبود، یکم این بر بودن یکم اون بر بودن، معلوم نبود چجوری بودن. و در رابطه با روسیه با ایران این به اصطلاح موضعشون یه مقدار ما به قول فارسی میگیم که شل بود. و چرا میبینیم که اونا رو عوض کرد. امروز جان بولتون خیلی موضعش خیلی محکمه در رابطه با ایران، میگه باید چنج رژیم بشه چون رژیم اصلاح نمیشه، اصلاح رژیم اشتباس. بولتون میگه من از 10 سال 15 سال پیش گفتم باید چنج رژیم بشه. موضع بولتون اینه. موضع پامپئو، مایک پامپئو، اونم موضعش اینه که باید چنج رژیم بشه. خیلی چیزا اینا آدمایی اومدن که موضعشون خیلی محکمه در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی. و در رابطه ترامپ باز میخواستم بگم واقعا دعا باعث شد و کشیشان باعث شدن و دعای اینها باعث شد که ترامپ اولا که اینو باید بدیم که ترامپ خودش هم دعا میکرد، خودش هم ایماندار است. حالا اگر برای یکی دعا بشه خودش اینو قبول نداشته باشه این حرف دیگه است. ترامپ خودش دعا میکرد، خودش میدونست که فقط خدا میتونه اینو به این موفقیت بده. با اینکه چقدر حملات روش بود، میدونیم که اون منافورد
همون رئیس کمپین ترامپ چه مشکلاتی پیش اومد براش که رفت بیرون، بعد کلین کانوی اومد، خیلی مشکلات و حملات زیاد بود. اون سی ان ان و اون به اصطلاح جورج سوراس اینا چقدر حملات روش انجام دادن، ولی خداوند پیروزی داد، چون پیروزی از آن فرزندان خداست. آمین آمین. حتی خب خیلی فیلم ها از عکس ها هستش که دارن برایشون دعا میکنن و این نشون میده که واقعا این گونه نیستش که ما تصور بر این بکنیم که فقط ما اینجا داریم یه صحبتی میکنیم. فکر میکنم کلیپی هم داریم. من نمیدونم یاسر عزیزم آیا کلیپی داریم در این رابطه؟ اصلا از لحاظ فیزیکی و از لحاظ پزشکی، از لحاظ فیزیک اصلا این ثابت شده که وقتی دعا میکنین خیلی چیزا عوض میشه. آمین آمین آمین. که ما ایمان داریم که، یعنی حتی کسانی هم که ایمان ندارن دانشمندا ثابت کردن که دعا عوض میکنه. این اینفورمیشن تکنولوژی این عوض میشه، اصلا اون اتمسفر عوض میشه. بله بله خدا رو شکر ما امروز ایمان داریم که عیسی مسیح خداوندمون که آن دیواری که مانع بود بین انسان و کمال نیکویی ها که خدا یهوه است، روی صلیب این دیوار رو ریخت که انسان بتونه به راحتی در نام مسیح با ایمان مسیح بتونه نزدیک خدا بشه. و وقتی خدای ما خدای نیکویی هاست، خدای عشق، خدای محبته. درسته که ما در جنگ روحانی هستیم بعد از هم تو این روزهایی که با ما هستن، واقعا خیلی موضوعات هست که باعث آزار ایشون شده، ولی تنها چیزی که من از برادرم میشنوم میگه بعد از بیا با هم دعا کنیم. و واقعا وقتی دعا میکنیم، حالا به چند دقیقه به چند ساعت دوباره ایشون میگن این مشکل حل شد به خاطر مسئولیتی که ایشون داره، البته روی اون موقعیتاش میگه این مسئله حل شدش. و ما ایمان داریم، فقط داله برای نیست که عیسی مسیح، ما ایمان داریم به خاطر گناهان بشر روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد، و چون این گناه برداشته میشه نتیجه اون برای همه ما خوشی خواهد بود، آرامش خواهد بود، امنیت خواهد بود. پس تشویقتون میکنم هموطنان عزیزم، خواهش میکنم برای سرنگونی این نظام دعا کنید، اما دعا در نام عیسی مسیح دعا کنید. چیزی که کلام خدا میگه تنها نامی است که در آسمان به ما داده شده. چرا شما همینطوری همش از این نظام میگین؟ بله بفهم. چرا شما از این نظام میگین همش؟ از این نظام بخاطر میگین نظام و نظام چیکار به اسلامی؟ ما کلام خدا میگیم، چیکار به نظام داریم؟ بله. آخه خیلی از کشیشا هستن میگن که ما ول کنیم اصلا نظام رو ول کنیم، اصلا کاری ما نداریم به نظام جمهوری اسلامی، کاری ما تو سیاست نیستیم، ما فقط میخوام کلام خدا رو بگیم. بله بله. البته من میخوام این پیام بدم به این کشیشانی که اینجوری، البته من تمام کشیشان رو دوست دارم. بله من کوچکتر این هستم که بخوام چیزی بگم، ولی من چیزی که فکر خودم رو دارم میگم. تمام مردان خدا در تمام تاریخ کتاب مقدس ما نگاه کنیم، بله مردان خدا صدای خدا بودن، یعنی کلام خدا رو میگفتن. آمین. و ما نگاه کنیم تمام پادشاهانی یا به اصطلاح سرانی که از راه خدا میمدن بیرون، شروع میکردن به اذیت ملت و میکشتن و خوریزی میکردن و خلاص کارهای اشتباه انجام میدادن، این مردان خدا میمدن اونجا به اینا میگفتن که این کارتون اشتباه است، نباید این کار انجام بدین. این دخالت در سیاست حساب نمیشه. اگه شما میخواستیم مثلا بگیم که آره من رفتم رو سیاست، من اپوزیسیون هستم، میخوام برم ایران بشم نخست وزیر بشم، نمیدونم وزیر چیکاره بشم، برم جایی، این میشه سیاست. ولی شما به عنوان کشیش مسیح باید بگی وقتی میبینی که ظلم هست، وقتی میبینی که کارگرها حقوق نمیگیرن، وقتی میبینی که مردم پول ندارن برن دارو بخرن، اصلا دارو نیست، وقتی میبینی که بیمارستان ها در وضعیت بسیار بدی هستن، وقتی میبینی که پول ملت ما که باید خرج ملت بشه، خرج راهسازی تو کشور بشه، خرج مدرسه سازی بشه، ما هنوز جایی داریم که ما هنوز مدرسه نداریم، هنوز رو زمین نشستن درس تو یه جایی اصلا وحشتناک اسفناکه. ما خیلی از دهات و روستاهایی داریم که اصلا هنوز بیمارستان هیچ چی ندارن، اصلا نمیدونن برن دکتر، نه آب دارن. با این وضعیت ما پولهای کشورمون مینیم تو سوریه برای اونا خونه میسازیم، میریم لبنان برایشون مدرسه میسازیم. وقتی که کشور خودمون مشکل داره ما این کارا رو نباید انجام بدیم، این کار اشتباه است. کشیش خدا باید بگه اینو، مرد خدا باید صدای خدا رو، صدای مردم رو برسونه. آمین. وقتی ما بگیم نه ما فقط کتاب مقدس داریم میخونیم و کتاب مقدس یاد میدیم، کاری به سیاست نداریم، این در حقیقت ما این مسئولیت از خودمون
برداشتیم و در حقیقت همدست شدیم با اونهایی که دارن این کارا رو انجام میدن. اصلا واسه چی خداوند به تو مسح داده و تو شدی مرد خدا؟ اگه باید کلام خدا رو بگی. ما با کسی مشکل نداریم، ما دعوا داریم با چپیا نه به راستیا. ما میگیم کلام خدا میگه این. آقایون عزیز در برابر ظلم بایستیم. جناب محترم مسئولین، روحانیت عزیز، روحانیت خوب، بله، شما چیکار دارید میکنین؟ ببین چقدر تو کشور ما رشوه گیری و دزدی زیاده. خودشون دارن میبینن دکل نفتی غیب شد، مگه سوزن غیب بشه؟ چقدر دزدی شد؟ چرا کسی رو نگرفتن؟ یکی میاد کلام مسئولین میگه اعدامش میکنن، ولی کسی که صدها میلیارد دزدیده اصلا زندان هم نمیره، فرار میکنه از کشور میره. اینو کی باید بگه؟ اینو مرد خدا باید بگه، این کشیش خدا باید این حرفا رو بزنه. این صدا رو باید بلند باید ما بلند کنیم. ما مسیحیان باید بگیم این حرفا رو. وقتی خیلی از مسیحی ها جفا میبینن، کشته میشن، زندان میرن، تیکه تیکه میشن، کسانی مثل خداوند، چقدر کشیش های بسیار عالی، کسانی مثل کشیش هاگ، کشیش دیباج، خیلی از کشیشان و خادمان خداوند که کشته شدن، خیلی هاشون معلوم نیست قبرشون کجاست، خیلی اصلا بهشون اجازه ندن اینا رو خاک کنن توی در زمین، چقدر به اینا اذیت کردن. خب ما بگیم آقا اصلا ما کار نداریم که اونا چی کار میکنن، ما فقط کلام خدا رو یاد میدیم، کلام خدا رو میام صحبت میکنیم. یعنی محبت بدون عمل. یعنی من بهتون بگم این کار بسیار اشتباس و به نظر من این کار گناهه و خداوند از کشیشان میپرسه چرا این کار رو نکردیم و در ایران آینده از اینها سوال خواهد شد. آمین. و ایران آینده این سوال برای این افراد پیش خواهد اومد. برای همین من میگم که تا هنوز دیر نشده بیاین توبه کنید و بیایید واقعا دلسوز مردم باشین. خیلی کشیشا رو من میشناسم، البته من نمیتونم حرفی بزنم و کسی رو محکوم بکنم چون من حاکم خداست و اون میتونه محکوم کنه. من چیزی که میبینم فقط میگم، کشیشه داره ویسکی میخوره، پیپ میکشه، با زن و بچه‌ش همش میره تفریح و مردم تیران گوشی دارن میمیرن، دارو ندارن، کلی مشکلات ما داریم. هر وقتی هم بهشون میگین خب بیاین، از مردم ایران میگیم نه ما تو سیاست دخالت نمی کنیم، ما فقط کلام خدا رو میگیم. خب کلام خدا چی میگه؟ کلام خدا رو بخون. نگاه کن مردان خدا تو کل تاریخ کتاب مقدس چی کار کردن. اینا میرفتن کلام خدا رو میرسوندن. وقتی که داوود گناه کرد، رفت همسایه رو فرستاد مرز اول جنگ که زنش رو تصاحب کنه، پیامبر خدا مرد خدا اومد چی بهش گفت؟ وقتی که سلیمان رفت بت ساخت، پیامبر خدا نترسید، مرد خدا اومد لباسش رو تیکه تیکه کرد رفت، گفت مستقیم به سلیمان که تو چیکار کردی؟ مردان خدا اینها صدای خداوند بودن، اینا رفتن به حاکمان گفتن که شما چیکار میکنین؟ دارین گناه میکنین؟ رفتن گفتن. حالا مردان خدای امروزه ما بسیار از کشیشان عزیز ایرانی اصلا میگن که نه به ما ربطی نداره، پس واسه چی شما منیش کشیش شدین اصلا؟ اینم یه سواله برای من. البته بارهام صحبت شده، با توجه به اینکه ارادت دارم خدمت عزیزان که دارن خداوند رو خدمت میکنن در بعد بشارت، اما واقعا برای منم همیشه این سوال هستش که چگونه ما میتوانیم اعلام کنیم که خدای ما خدای عشق و محبت هستش، اما در برابر ظلم و ستم سکوت کنیم، بگیم میسپاریم تو دست خدا. لذا که خدا موسی رو فرستاد در برابر کی؟ در برابر فرعون. فرعون یک دولت داشت. البته موسی آدم کشته بود اونجا. بله. اونجا آدم کش بود. دنبال موسی افتادن، میخواستن اینو بگیرن، اون فرار کرد رفت. بله. بعد که خداوند محض خدا بر موسی اومد، خدا بهش گفت برو صحبت کن. بله. گفت من چی بگم؟ من لکنت زبون دارم. درست. گفت من از قدرت بیان آره من صحبت میکنم و هارون اتفاقا با خودش برد. و موسی وقتی به فرعون گفت مردم من و ملت من رو آزاد کن، دست از سر این ملت وردار آزاد کن، فرعون تعجب کرده بود، میگفت ما دنبال این افتادیم، این آدم کش بگیریم، خودش اومده حالا تازه طلبکارم هست، میگه ملت من رو آزاد کن. برد. چون اون کلام خدا رو اومد گفت. برد. نه از خودش، خودش ترسیده بود. بله خودش قایم شده بود. آره خودش ترسیده. حالا یه صحبت دیگه هم هست.
خیلی از کشیشان خودشون ترسیدن رفتن قایم شدن. پس باید بیشتر دعا کنن که اون مست خدا روشون بیاد که بیان بگن که آقا چیکار میکنین، دست از سر مردم بردارین، بالاخره آزاد کنین مردمو. اگر شما بیای یا نیای یا بگی یا نگی، خدا بالاخره انسانهایی رو پیدا میکنه، آدمهایی رو پیدا میکنه، خادمانی رو پیدا میکنه که میان میگن و 100% ملت آزاد خواهند شد. حالا چه شما بیان چه نیان، ولی بعدن خدا با شما چه صحبتهایی داره اون دیگه بین شما هست و خداوند متعال. متاسفانه یکی از دلایلی که از نظر من باعث سکوت کلیساها و شبانان و کشیشایی که حتی تو جفا بودن شده، نوع برخورد نظام اسلامی در کلیساهایی که فارسی زبان که توی ایران باز بودن و اون تهدیدهایی که شده دلیلی شد که اینو یک تعلیم گرفتن. مثلا این تعلیم نیست، این تعلیم نیستش. یه زمانی در کلیسای فارسی زبان ایران میگفتن یک ارمنی یک آشوری اجازه نداره با فارس ازدواج کنه، لذا این تعلیم کتاب مقدس نبود، این تحمیل نظام اسلامی بود. ولی تو کلیسا متاسفانه این رو تعلیم کردن و آسیبش هم کلیسا خورد. امروز هم متاسفانه اکثر کلیساهای فارسی زبان و کشیش ها تصور بر این میکنن اگر درباره آزادی ایران سخن بگن این اونها رو سیاسی میکنه و چه بسا اعضایی در کلیسا هستن اینا میرن ایران میان میل به این ندارن تو اون کلیسایی که هستن از آزادی ایران صحبت بشه و اینجا واقعا مغایرت داره با اون میشه گفتش که آنچه در کلام خداوند به ما به عنوان همون که برادر میگه مس هستش. اما دعا میکنیم که خداوند این بیداری و این آگاهی به همه کلیساها بده که در کنار بشارت، در کنار دست محبت، در کنار دست خیر بتونیم در کنار همدیگه بایستیم، از آزادی ایران صحبت کنیم، برای سرنگونی نترسیم. سرنگون یعنی افتادن. ما هر روز هزار دفعه میگیم نهیب به شیطان. خب الان نظام اسلامی دستی از طرف کشیش رسول نگو سرنگونی سنگ میشی، یه دفعه سنگ میشی، تبدیل به سنگ میشی، نگو این حرفا رو، خطرناکه. میان دنبال اینجا، حواست باشه، از ما از این دوره گذشته. به هر حال آنچه را که امروز ما در برابرمون هستش، عزیزان ایران کشور عزیز ما هستش که آسیب خورده، قسمتی رو برادرمون گفتن، همه رو خودمون، همه ما میدونیم. اصلا دال بر این شد که همه ما از ایران بتونیم مهاجرت کنیم، ولی از این به بعد دیگه مهاجرت از ایران به کشورهای دیگه بسیار سخت شده و خیلی ها هستن هنوز در صدد این هستن که بتونن از اون ظلم و ستم فرار کنن، دیگه فایده نداره. فقط میخوام این رو خدمتتون عرض کنم، باید برای آزادی کشور عزیزمون بیشتر از امروز نیز اهمیت بدیم، چه اپوزیسیون چه مردمی که در ایران هستن با اعتصاباتی که این روزها میدونیم که معلمین اعتصاب میکنن و هرچند آسیب خوردن، تا پیروز شنیدم 12 نفرشون رو گرفتن و کارخونه ها هستن مانند هفت تپه که شنیدیم اعتصاب کردن. اما هوشیار باشیم، یه دست صدا نداره، همه باید در کنار همدیگه بایستیم و ما مسیحیان نیز میباید در کنار مردمانی که در ایرانه ایستادن بایستیم، برای آزادی کشور عزیزمون نیز عمل کنیم. اگر مطلبی هست از شما خوشحال میشیم بشنویم، در این صورت دعایی داشته باشیم برای کشور عزیزم. راجع به جنگ روحانی صحبت نمی کنیم؟ بله بفهم خواهش کنم. بله بفهم. یک کلام هست راجع به جنگ روحانی که البته من همه رو باید ترجمه کنم تو مغزم به فارسی، میگه سخته. وقتی که ما میایم کارهای مثبت انجام میدیم و داریم میریم به طرف خداوند، با خداوند یکی بشیم، شیطان و حملات روحای خبیث زیاد هست. من خودم کلی مشکل داشتم، کلی گناه داشتم. حالا نمیگم که من مقدسم، نه، منم یه گناهکار هستم مثل خیلی ها. و وقتی که ایمان آوردم شروع کردم با این گناهان مبارزه کردم. برادر خانوار عزیز، شما فکر نکنید یه روزه میتونین پیروز بشین. این یه جنگ شدیده، جنگ روحانیه، انگار دو تا لشکر دارن میجنگن. بعضی وقتا ما نمیفهمیم یعنی چی. یعنی اگر خداوند چشم ما رو باز میکرد، ما میفهمیم چه اتفاقی تو جهان روحانی میفته. ممکنه اصلا از ترس سکته میکردیم چه اتفاقی داره میفته و چطوری خدا ما رو نگه داشته. شاید حملات رو ما زیاده. من همه چیزم آروم بود وقتی اومدم امریکا. تو اومدم خواستم بگم مثلا میخوام بیام با کشیش رسول صحبت کنم، بیام صحبت کنم راجع به مسیح، دعا کنیم،
یه دفعه همون روز دندون من شکست، استخ افتادم سر من شکست، مریض شدم، حملات شد، از اینقدر زیاد بود که خودی که از اون اصلا تعجب کرد. گفت چی شد؟ چون وقتی که تو وقتی داری میری توی یک رای راست، حتما حملات شیطانی هم بود زیاد هست. ولی پیروزی از آن خداست. آمین. چون خداوند، عیسی مسیح، خداوند ما، اون کسی هست که آفریده. شیطان و اون ارواح خبیث اینا فارسی چی میشه؟ درست مخلوقی هست. آره اینا از اون بود، اون اینا رو آفریده. برای همین هیچ وقت فکر نکنید که میتونه مثلا بعضی هستن که مسیحی هم هستن، ای وای شیطان، اینقدر از شیطان میترسن که اینقدر راجع به شیطان صحبت میکنن که جلال به شیطان میدن تا به خدا. این اشتباهه. ما باید بدونیم که یه قطره خون مسیح تمام برنامه های شیطان و تمام این اتاک شیطان و اون حمله های شیطان رو نابود خواهد کرد. آمین. برای همین ما باید در دعا و در روزه باشیم. آمین. مسیح میگه این حملات هست و این روحای خبیث تو رو آزار میدن و بیرون نخواهن رفت تا اینکه روزه دعا نکنی. دقیقا. روزه و دعا مهمه. دقیقا. و کتاب مقدس خوندن مهمه. و چند موردم بود میخواستم بهتون بگم، خیلی مهم است. هیچ وقت کسان دیگر رو مقصر مشکل خودتون نکنید. ما مشکلاتی برامون پیش میاد، همیشه دنبال این هستیم که مقصر کلیساست، مقصر پاکشیش است، مقصر خواهر من است، برادر من است. هیچ وقت این کارو نکنید و مسئولیت رو برای خودتون قبول کنید. اگر که همیشه همه چیزها رو بذارین گردن کسای دیگه و مقصر رو یک کسی دیگه رو ببینید یا یک چیز دیگه رو، شما هیچ وقت عوض نخواهید شد. این موضوع خیلی مهمه. موضوع دوم اینه که هیچ وقت پشت سر کسی حرف نزنید و کسی رو محکوم نکنید. چون محکوم کردن فقط خداوند، اون حاکمه، اون میتونه این کار انجام بده و نقصهاشون رو همینجا نه این تعریف کنیم. من یه چیزی بگم از روز زندگی خودم. من بعضی موقع قبلا که هنوز نمیدونستم این موضوع رو، اصلا میدیدم خیلی ها گناه دارن، یه نقصهایی دارن، نمیدونم نگاه کنیم چه نقصهایی داری این انسان، چیکار میکنه چیکار نمیکنه، من دیگه اینجوری نیستم، من این نقصها رو ندارم. و بعد از یه مدت تو همین گناه ها خودم میافتادم. همین گناهانی رو که من اومده بودم حکمیت کرده بودم کسان دیگر رو، خودم میفتم در همین گناه. گفتم خدایا چرا اینجوری شد؟ چرا من تو این گناه افتادم؟ این موضوع خیلی مهمیه. بس. اگر تو بیای حکمیت کنی و سرزنش کنی، این بر حالا اگر رفتی به خودش گفتی برادر بیا این کارو نکن، این حرف دیگه است. ولی وقتی تو رفتی پشت سرش حرف زدی، رفتی محکومش کردی، تو ممکنه در همون گناه خودت بیفتی. این خیلی مهمه. پس بیاین ما کسی رو محکوم نکنیم. متا 7:35 اینو میتونیم بخونیم. این یک کلام خدا میگه که چرا پره کاه رو در چشم برادرت میبینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمیبینی؟ بس. چگونه جرأت میکنی بگویی و اجازه بدی و اجازه بده پره کاه رو از چشم در آورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ بس. ای موت ظاهر، نخست چوب را از چشم خود در آور تا بهتر بتوانی پره کاه را در چشم برادرت ببینی. برای همین مهمه. ما اول وقتی به یکی اشاره میکنیم، این انگشت داره به یکی اشاره میشه، ولی این سه تا انگشت داره به خودمون اشاره میکنه. ما اول باید مشکلات خودمون رو ببینیم بعد بگیم. برای همین خیلی مهمه که ما کسی رو قضاوت نکنیم. البته به برادرت و به خادمان و به دوستان اگه دیدی هست یک موضوعی رو، باید بهشون به محبت گفت. ولی رفتی پشت سرشون این موضوعشون، این نقصشون رو برای همه گفتین، این درست نیست، این گناه هست. موضوع سوم اینه که بزرگترین اشتباهی که ما تو زندگی داریم، که ما زندگی میکنیم با دلخوری ها و ناراحتی های قدیم که از مردم داریم. مثلا من از خانمم جدا شدم، یه خانم جدید دارم. حالا این درد و دلخوری رو از خانم اولم هم دلم همجا نگه داشتم، با این دارم زندگی میکنم. این بزرگترین مشکله. باید بخشید. آمد. نباید این بار سنگین دلخوری های قدیمی و ناراحتی ها رو تمام زندگیمون بخونیم بکشیم. چون این باعث لعنت و باعث مریضی و باعث کلی مشکلات خواهد شد. دوباره تو زندگی جدید. این خیلی مهمه. دوستت بهت جفا کرده، حالا جفا رو کرده، تو خیلی ناراحتی، نمیبخشی، اون جفا رو کرده رفته. کاری بهت نداره، راحت هم زندگیشو میکنه. ولی تو هم جفا رو دیدی، هم الان این ناراحتی و دلخوری رو که از این داری در زندگی خود لعنت هم وارد کردی. این اصلا به نفع نیست. بیا ببخش اینو، بده دست خدا. خدا اینو باور کنید که خداوند همه چیز رو میبینه و خداوند سزای هر کسی رو بهش میده. اینم خیلی مهمه. موضوع چهارم اینه که
سریع تو ترس نیفتیم، تو دلهوره و ترس و وای چه چیزی برام به وجود اومده، اگه چیزی کوچیک شورشو بالا نیارین. مثلا یه اتفاقی افتاده، مثلا ماشین تصادف کرده، ای وای من مهم دارم که داشتم میمردم، وای خراب شد، وای اومدیم اینو بزرگش کردیم. این کارو نکنین، این خیلی موضوع مهمیه و در این موقع بیاین شکرگزاری کنین برای خدا. خدا اینو خیلی دوست داره. وقتی یه مشکلی پیش میاد بگی خداوند من شکرگزاری میکنم که تو همین الان با من هستی، تو این مشکل با من هستی و بیانیم این معجزه شد و مشکل حل شد. موضوع پنجم اینه که سریع تصمیم نگیرین و چیزهای بد و سریع به قلبتون وارد نکنین. یه فیلتر داشته باشین. این صلیب خداست، خون مسیح هم روش ریخته. این باید بین شما باشه و اون مشکلات و اون چیزهایی که میخوان به شما فشار بیارن. اینو سریع، این چیزهایی که میشنوین و میبینین سریع به قلبتون نکشین، مثل جاروبرقی همه چیزهای بد رو به خودتون نکنین. این کارو استوب بزنین، سریع تصمیم نگیرین و اگه یه اتفاقی افتاده، یک مشکلی هست، اول بیان یک فاصله بذارین، یک روز درست استوب کنین، دعا کنین. سریع عجله نداشت. آره سریع عجله نکنین در تصمیماتون. حالا این تصمیم باشه به خاطر مسائل کلیسایی باشه یا مسائل خانوادگی با دوستاتون، تصمیم آره شما میبینید آره این آقا به شما خیانت کرده، دوستت به خیانت کرده، دروغ گفته، فلان، سریع میخواد تصمیم بگیری، میخواد جواب بدی، نکن این کارو. یک مدت صبر کن، دعا کن. اگر هم کاری میخوای بکنی، میخوای قدمی برداری، این قدم رو تو ناراحتی و عصبانیت برندار. استوب کن، آرامش بگیر به خداوند، دعا کن، بعد قدم بردار. یعنی سریع عکس العمل نشون ندین توی در این مسائل. خدا به شما برای سپاسگزارم. مرسی از برهان کلامی هم که برای اون مطلبی که برای ما آوردید. برادر عزیزم که با ما هستید، آیا مایل هستید یک پیامی به زبان روسی، چرا که میدونیم این برنامه رو بعدا روی یوتیوب میذاریم، عزیزان خواهند دید اگر روی فیسبوک و یا روی شبکه نباشن، اگر پیامی در دلتون هست به زبان روسی بگید که دوستان من که به زبان روسی، چون زبان روسی خیلی کشورهای دنیا زبان روسی رو میدونن، لهستان میدونه، اوکراین میدونه، روسیه میدونه، قزاقستان، آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، این همه زمان روسی رو بلدن. بچه‌ها خوب پیغام می‌دید که همگانی باشه. بفهم. در یه مدوزیا پرویس وی واس گورد لس آنجلس. بلگایوز تو شتو ویز میام موریچس. بلگاسلاوای پاستر گنری. و всіх мої друзі, які за мене моляться, всі браття, сестри, спасибо вам большое и хочу сказать, что Господь сегодня нам дал серьёзную миссию, чтобы мы двигались вперёд и провозглашали имя Господня и на земле, то, что есть на небе, мы будем провозглашать на земле. И я благословляю вас, я благословляю все украинского народа, прекрасный народ, украинский народ, прекрасная страна, благословенная, Киевский Рус, благословенная земля, там похоронена очень много святые люди. Это действительно прекрасная земля. Я благословляю Украину, благословляю всех руководства, благословляю всех священники, любой деноминации, там православные, протестанты, католики. Я вас благословляю и призываю вас с молитвой за Украину. И спасибо нашему брату Павел Унгурян, который собирает депутатов и делает молитву, и очень много делает для Украины. И спасибо нашим братьям и сестрам, католикам, православным. Спасибо отца Захария и всех братьев. И сегодня мы должны объединиться, молиться за Украину, чтобы Украина стала лучше жить, чтобы народ лучше стал жить. Написано Слово Божие, что такой народ, такой вам Бог даст вам царя и короля, имеется в виду президента. Поэтому, если нам не нравится кто-то из нашего правительства или президент, это отражение нас. Поэтому давайте молимся, и Господь будет давать по мере нашей приближенности к Господу, Господь нам даст такой царь и такой король. Поэтому я благословляю всех Украина, оппозиции, руководство, президента, премьера, и кто за, и кто против, я благословляю все украинский народ целиком. И благодарю вас за все, и сегодня призываю
вам молитва за Украину. Благословляю Украину, Господь, я прошу Тебя, благослови этого прекрасного страны Украины. Я благодарю Тебя, что Ты меня привел в эту страну. Очень меня научил, Господь, дай мне прекрасную жену и детей. Я благословляю эту прекрасную землю. Я люблю эту землю, Господь. Я прошу Тебя, пусть Твое устройство, порядок будет на Украине. Пусть Твое помазание, Твоя сила, Твое пробуждение будет на этой земле, Господь. Благослови этот народ, Господь. Подними их. Пусть экономика поднимется, Господь. Я благословляю каждого украинцев, Господь. И благодарю Тебя, что Ты меня именно привел на Украину, дал мне семью, дал мне прекрасные друзья, Господь. Я всю жизнь, что я есть, я имею, буду служить этот народ. И все, что меня зависит от меня, чтобы этот народ был благословен и будет... Просто для пользы этого народа я буду это делать во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Thank you. Мерси. ممنون. خب خدا رو شکر ما هم با آنچه که برادرمون گفتن آمین میگیم و ایمان داریم که خدا همه مردم جهان رو دوست داره و عزیزانی که زبان ایشون رو برای همونجایی که گفتید میدونم متوجه شدم برکت خداوند بر شما باشه. خواهش می‌کنم هموطنان عزیز لطفاً این برنامه رو شیر کنید، عزیزان که روی فیسبوک هستن ما رو سابسکرایب کنید، یعنی عضو یوتیوب بشید. شما به زبان روسی هم بگید ما رو عضو یوتیوب ما هم بشن که مادر عزیز و خواهر عزیز شما وقتی ما رو میبینین حتما عضو یوتیوب بشید. الان من به روسی هم میگم اینو درگی مای دوزیا پجالوستا پدپیسیویتیس ناش کانال ابیزاتلنا ایمی بودیم وام اوچین بلگدارگی میر بوژه وام ای فسو دوبرو که بتونیم مینستری رو گسترش بدیم در کنار هموطنان عزیزمون و حتی دیگرانی که مایل هستن در این خدمت کنار ما باشن. تشکر میکنم از برادر عزیزم. مطلبی هست بخواید بگید شما؟ یه دعایی برای ایران داشته باشیم. سپاسگزارم از اینکه با هم بفهم کاش کنم. پس لطفا با دعای برادرمون متحد بشید هموطنان عزیز، به طور خاص برای آزادی کشور عزیزمون، سرزمین ما، سرزمینی که خدا به ما داده. هوشیار باشیم، این سرزمین متعلق به الله و اسلام نیست عزیزان، مال خدا و برای من و شماست. آمین. خداوند دعا میکنیم برای کشورمون ایران به نام عیسی مسیح که اراده تو در این کشور، در این سرزمین باشه. همون جور در کتاب ارمیا تو گفتی، تو گفتی تو پادشاهی خودتو مستقل میکنی در این سرزمین، در زمانهای آخر. ما میدونیم که به زمان آخر ما نزدیک شدیم و خداوند ما دعا میکنیم که پادشاهی خود رو مستقل کنی در این سرزمین به نام عیسی مسیح. خداوند من دعا میکنم که خون ریزی نشه در کشور من، که وقتی که این رژیم داره چنج میشه یا عوض میشه یا اتفاقاتی که داره پیش میفته که با حد اقل خونریزی انجام بشه و اصلا خونریزی نباشه، که خون مردم کشور من ریخته نشه به نام عیسی مسیح. خداوند ما دعا میکنیم برای کسانی که الان در ایران هستن، الان دولت دستشونه، خداوند قلبهای اینا رو لمس کن، قلبهای همین روحانیون رو لمس کن، قلبهای خیلی از این مسئولین رو لمس کن، چون من مطمئنم که خیلی کسایی از اینها هستن که میدونن که اشتباه هست کارش کن. خداوند لمس کن که اینا توبه کنن، به طرف تو بیان. به نام عیسی مسیح ما به کسی دشمنی و پدرکشی نداریم. ما مسیحیان برای همه آرزوی برکت میکنیم. همان جور که کتاب مقدس نوشته حتی برای دشمنانت آرزوی برکت کن. حتی به اونا هدیه بده. در کتاب مقدس اینو به ما میگه. ما به کسی دشمنی نداریم. ما اصلا فلسفه لعنت نداریم در مسیحیت. ما کسی رو لعنت نمیکنیم. ما برای همه دعای برکت میکنیم. حتی برای اون کسانی که به مردم ایران ظلم دارن میکنن، برای اونها هم دعای برکت میکنیم، چون ما میدونیم خداوند خداوند هست که در حق نشسته و اون سزای هر کسی رو خواهد داد. خداوند را لمس کن قلب این انسانها رو، قلب این کسانی رو که جفا میدن به مردم ایران، که مسیحیان رو زندان میکنن، میکشن. خداوند را قلب های اینا رو لمس کن و اینا رو به توبه نزدیک کن، که اینا توبه کنن و به درگاه تو زانو زده بیان و از این کارهاشون دست بردارن. برای این دعا میکنم به نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. بازم تشکر میکنم از برادر عزیزمون علیرضا جان که با ما بودن. از شما تک تک عزیزان تشکر میکنم. از خداوند میخوایم که خداوند شما رو عزیزان رو برکت بده. این یک شنبه باز
در کنار افتخار داریم بعد از اون علیرضا جان هستیم برای تعمید، جشن تعمید خواهیم داشت. عزیزانی که آنچه که ما اعلام کردیم در قلبتون هستش، میتونید بیایید در کنار هم باشیم و بعد از اونم خوراکی خواهیم داشت در کنار هم. ضمناً 23 دسامبر نیز ما جشن کریسمس خواهیم داشت. شما با ما هستید هر چی خدا بخواد. آمین آمین. خوشحال میشیم که شما با ما باشید. برای 23 هم عزیزان میتونید تشریف بیارید در کنار مراسم و جشنی که داریم. همچنین خوراکی رو به عنوان ناهار نیز در خدمت شما خواهیم بود. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین آمین. خدا محبت است. مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است.